بینندگان عزیز سلام، به یه صفر و یک دیگه خوش اومدین. سعی میکنیم تا در 10 دقیقه آینده و در دنیای تکنولوژی اوقات خوشی را با هم داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید. کاروان تفریحی جمع شونده کمپ 365 به عنوان گزینه ایمن و ارزان با قیمت پایه $20,000 برای اردو زدن در بیرون شهر ارائه شده است. نوعی آزادی محسوس در کمپینگ وجود دارد که تقریبا همه ما در سطح بسیار پایینی از آن بهره میبریم. در بلوک‌های اداری و مسکونی سراسر امریکا ساکنان آنها شبها به مدت زیادی زیر نور لامپ‌های فلورسنت مصنوعی به صفحه نمایش رایانه خود خیره می‌شوند. افرادی از این دست با ناامیدی به تصویر ون تفریحی در رایانه نگاه می‌کنند و دوست دارند شبی را در طبیعت بگذرانند. حقیقت غم‌انگیز برای بسیاری از شهروندان این است که چشم‌انداز خرید وسایل نقلیه تجاری جمع و جور مانند ون تفریحی نه تنها غیر ممکن شده، بلکه به خارج از قلمروی مقرون به صرفه می رسد. کمپرهای جمع شونده یا پاپ‌آپ با توجه به سابقه کم تولید هنوز هم می توانند به عنوان گزینه ایمن و مؤثر برای اکثر خودروها استفاده شوند. یکی از این نمونه های تفریحی کمپ 365 است که به لطف قابلیت یدکشی آسان به خوبی می تواند جایگزین مدل های گران قیمت در بازار شود. کمپ 365 روشی جدید برای نگاه کردن به مفهوم ون کمپر جمع شونده است. برخلاف تریلرهای جعبه بزرگ و مستطیلی قدیمی، کمپ 365 مانند اوریگامی باز می شود و از یک تریلر کوچک و باریک به وضعیتی به مراتب گسترده تر می رسد. کمپ 365 هنگامی که باز شود فوق‌العاده جادار و بزرگتر خواهد شد، به طوری که نه تنها بزرگتر از چادرهای مسافرتی بلکه ظاهراً بزرگتر از کاروانهای جمع شونده سنتی می شود. شعار سازندگان این کاروان جالب کابینی که همه جا می رود است. هنگامی که کاروان کاملاً باز شود و مسافران بخواهند استراحت کنند، فضای زیادی برای دو نفر یا تعداد بیشتری وجود دارد، یکی روی تخت و دیگری در کیسه خواب روی زمین. صرف نظر از طرح فیزیکی کمپ 365، همه اجزای این وسیله هوشمند مهندسی و تمام مواد با کیفیت آن ارزان نیستند. قیمت کمپر از حدود $20,000 شروع می شود و با توجه به آپشن های ارائه شده افزایش می یابد. با این حال چنین وسیله‌ای برای شهروندان طبقه متوسط که علاقه‌مند به سفرهای ماجراجویی و داشتن محلی برای تفریح در شب هستند بسیار مناسب به نظر می رسد. پورش نسخه کوپه شاسی بلند کاین را با قدرت 541 اسب بخاری رو نمایی کرد. این خودرو رقیبی برای BMW X6 و مرسدس بنز GLE کوپه محسوب می شود. امروز شاهد تولد یکی از کراس اوورهای اسپورت یعنی مدل کوپه پورش کاین هستیم. این شاسی بلند جدید آلمانی به یک پیشرانه 541 اسب بخاری مجهز شده است و می تواند سرعت خود را در 3.7 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر بر ساعت برساند و حد اکثر سرعت آن نیز بالغ بر 208.4 کیلومتر بر ساعت است. پورش هیچگاه خودروی را به عنوان رقیب مستقیم BMW X6 یا مرسدس بنز GLE کوپه نداشته، ولی حالا با معرفی کاین کوپه هموطنان آلمانی آنها حسابی به خطر افتادند. همانند رقبای خود کاین کوپه نیز یک کراس اوور بزرگ با سقف شیبدار کوپه مانند است. سقف شیبدار این مدل سبب شده تا شباهت انکارناپذیری به پورش پانامرای جدید پیدا کند. همچنین زاویه شیشه جلو نیز افزایش پیدا کرده و شاهد ستون A نازکتری در مقایسه با کاین معمولی هستیم. ارتفاع سقف مدل کوپه کاین نیز 2 سانتی‌متر پایین تر است و به همین خاطر درهای آن طراحی کاملا جدیدی دارند. پورش گلگیرهای جدیدی را نیز برای این مدل طراحی کرده که سبب افزایش 18 میلیمتری پهنای خودرو شدند. پورش کاین توربو به یک سقف پانورامای بزرگ به مساحت 2.16 متر مربع ثابت مجهز شده است.
به صورت آپشن نیز خریداران می توانند سقف پانورامای شیشه‌ای را با یک سقف سبک وزن فیبر کربنی جایگزین کنند. کایان کوپ مثل کایان معمولی به یک اسپویلر عقب فعال مجهز است و در سرعت بالاتر از 90 کیلومتر بر ساعت به صورت خودکار باز می شود. در مدل کوپه پورش عرض این اسپویلر را 135 میلیمتر افزایش داده است. پورش کایان کوپه با دو نوع قوای فنی قابل خرید خواهد بود. یک نسخه 6 سیلندر توربو با حجم 3 لیتر و یک نسخه V8 توین توربو با حجم 4 لیتر. پیشرانه کوچکتر می تواند 335 اسب بخار قدرت و 450 نیوتن متر گشتاور تولید کند. شتاب پورش کایان توربو با این پیشرانه 6 ثانیه است. پیشرانه مدل V8 نیز توانایی تولید 541 اسب بخار قدرت و 770 نیوتن متر گشتاور دارد. پورشه کایان کوپه با این پیشرانه می تواند در 3.9 ثانیه از حالت سکون به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسد که این عدد نیز در صورت سفارش پکیج اسپورت کرونو به 3.7 ثانیه تغییر پیدا می کند. حد اکثر سرعت پورشه کایان کوپه V8 نیز 284 کیلومتر بر ساعت است. پورشه کایان کوپه 2 ماه دیگر وارد بازار خواهد شد و در حال حاضر نام نویسی برای آن در بازار آلمان آغاز شده است. در بازار ایالات متحده آمریکا نسخه 3 لیتری این خودرو با قیمت پایه 73,000 دلار و مدل V8 با قیمت پایه 130,000 دلار به فروش خواهد رسید. کمپانی جاگوار به تازگی ویدئویی را منتشر کرده که در آن نحوه نشستن درست در پشت فرمان به طور دقیق شرح داده می شود. این حالت قرارگیری نه تنها از نظر ارگونومیکی و وضع اندامی بلکه از نظر ایمنی و کنترل هم مناسب است. حتی اگر تا کنون از وضعیت نشستن خود پشت فرمان راضی بوده اید، دیدن این ویدئو برایتون خالی از لطف نخواهد بود. این ویدئو با کمک دکتر استیو ایلی، رئیس بخش پزشکی جگوار تهیه شده و در آن نحوه نشستن صحیح پشت فرمان در هنگام رانندگی به صورت گرافیکی توضیح داده می شود. اولین نکته در این ویدئو کمی شما را شوکه می کند. در نکته اول آمده که جیب های پر در نحوه نشستن شما تاثیر منفی می گذارد و باید آنها را خالی کنید. البته این نکته خیلی مشکل ساز نخواهد بود، زیرا در کابین خودروهای امروزی محل‌های مختلفی برای قرار دادن وسایل کوچک و اضافی وجود دارد. در مرحله بعدی راننده باید تا جایی که امکان دارد به قسمت پشتی صندلی تکیه دهد و در حالتی تقریبا عمودی قرار بگیرد. نحوه قرارگیری باید طوری باشد که نشیمنگاه کاملا به قسمت پایینی صندلی و پشت کاملا به قسمت بالایی صندلی تکیه داده شود. به علاوه قسمت بالایی پشت سری هم باید با قسمت بالایی سر مماس باشد. نحوه قرارگیری پاها باید به طوری باشد که هیچ گونه فشاری را در قسمت ران احساس نکنید. در هنگام تنظیم فاصله پدال ها پاها باید به گونه‌ای قرار بگیرند که زانو کمی خم شده باشد. در نکته بعدی نحوه گرفتن فرمان شرح داده می شود که در آن آرنج ها باید در حالت خم و با زاویه باشند. نکته هشتم به بررسی حالت شانه ها اشاره می کند که باید در حالت تماس دائمی با صندلی باشند. با رعایت کردن این نکات نه تنها می توانید از آسیب ها و دردهای مفصلی و عضلانی جلوگیری کنید، بلکه راحتی و ایمنی را هم برای خود به ارمغان خواهید آورد. با وجود اینکه اصولا این دست ویدیوها توسط خودروسازها منتشر نمی شوند، اما جاگوار به خوبی نحوه نشستن درست در پشت فرمان را شرح داده است. از اینکه با یه صفر و یک دیگه همراه ما بودین. لطفاً در اینستاگرام و به آدرس 01tv program ما رو فالو کنید. تا برنامه بعد، بدرود.